ربات پیشخدمت راه حلی برای جبران کمبود نیروی کار در رستوران اینجا رستورانی در شهر اوشن سیتی در ایالت نیوجرسی آمریکا است جایی که صاحبانش به دلیل کمبود نیروی کار مجبور شدند یک ربات استخدام کنند رباتی که علاوه بر تحویل سفارش ها نوشیدنی برای مشتریان سرو کرده و ظرفهای غذا را به آشپزخانه میبرد صاحبان رستوران این روبات را که پینات نام دارد از شرکت ریچ تک روباتیکس با هزینه حدود 2000 دو دلار در ماه اجاره کردند. آنها میگویند این روبات کار چهار نفر را همزمان انجام می دهد و هرگز نیاز به استراحت ندارد. پینات از طریق وای فای و با استفاده از سنسورهایی که به سقف رستوران وصل شده حرکت می کند. ما وقتی پینات رو اجاره کردیم قصد نداشتیم اون رو جایگزین نیروی کار رستوران کنیم فقط به کمک بیشتری احتیاج داشتیم به طور معمول یه پیشخدمت میتونه فقط یه سینی حمل کنه پینات علاوه بر حمل سینی غذا کارهای دیگه هم انجام میده که میتونه توی این دوران سخت بهمون کمک کنه بیش از یک سال پیش با همهگیری بیماری کووید 19 اقتصاد به شدت سقوط کرد و در پی آن بسیاری از مردم مشاغل خود را از دست دادند اما با واکسیناسیون سراسری بازگشایی ها و بازگشت به شرایط عادی بسیار سریعتر از انتظار صاحبین مشاغل در حال رخ دادن است حالا بسیاری از شرکت ها که نمی توانند کمبود نیروی کار خود را جبران کنند و منابع کافی برای پاسخگویی به نیاز و تقاضای مشتریان ندارند از ربات ها برای ارائه خدمات استفاده می کنند. تجربه متفاوتیه من یه جورایی نگران از بین رفتن مشاغل هستم اما با این سرعتی که دنیا به سمت اتوماتیک شدن میره کاری نمیشه کرد استفاده از ربات برای رستوران و بارها راحت تره و آسون فقط دیدن رباتی که براتون غذا میاره یکم عجیبه صاحبان رستوران به دلیل ناامیدی از پیدا کردن نیروی کار کافی پینات را اجاره کردند تا تابستان امسال بخشی از ضرر مالی سال گذشته خود را جبران کنند. با این حال آنها میگویند با وجود مزایای استفاده از پینات در رستوران یک نیروی انسانی همچنان باید وظایف این ربات را مشخص کند آنها گفتند در صورتی که پرسنل کافی در رستوران استخدام کنند مجبورند پینات را به شرکتش بازگردانند